به نام خدا، بحثمون رو شروع کنیم با نقطه سایه ترین شی هندسی و سعی میکنیم اون رو توی ابعاد بالاتر تعمیم و توسعه بدیم. قبل از اون یک نماد گذاری رو معرفی میکنم که بتونیم با اون مفاهیم اون رو ارائه بدیم. نماد گذاری پس کنید در واقع عدد حقیقی رو با همون آر نشون میدیم، در همه جا عکس اغلب اوقات این کار انجام میدیم. فرض کنید با استفاده از اون میایم مفاهیم دستگاه‌های بزرگتر رو نشون میدیم. فرض کنید آر معرف عدد حقیقی باشه. من خواهم این فضای مختصراتی ها را به چه صورت نشون میدیم؟ فضای مختصراتی در حقیقت یک بودی را با آر یک یا همون آر نشون میدیم. من اینجا برای تاکید بیشتر در واقع دو بودی با آر دو، سه بودی با آر چهار و این بودی را با آر این نشون میدیم. اما یه نقطه که بهتره به اون دقت بیشتری داشته باشیم، اگه دقت کرده باشین این اعداد معرف بودمون هست، حالا بعدا دقیق‌تر میگیم منظورمون از بود چی هست. نسخه میکنم اینجا من باید یادداشت کنم. سه و اینجا همینطور این عدد ثابته، متغیر نیست. پس من اینجا این رو یادداشت بکنم، این متغیر نیست و فقط یک عدد طبیعی است. خب ما داریم سر یک تعریف در واقع اساسی ما هم چیکار بکنیم. تعریف نقطه و فضا را دقیق تر نشون بدیم. نقطه و فضای مختصاتی مونه. تعریف یک انتهایی تا یه مرتب، یعنی در واقع به این شکل که انت مؤلفه داره را یک نقطه در فضای این بودی میگویم. حالا با استفاده از اون میام چی کار میکنیم؟ میام فضای مختصاتی این بودی معرفی میکنیم. فضای مختصاتی این بودی یعنی Rn مجموعه همه نقاط این بودی است. یعنی چی؟ یعنی Rn برابر با انتهایی های مرتبی که هر کدوم از این ها عدد حقیقی هستن که آیون هم از یک تا این هست. ببینیم فضای مختصاتی این بودی که این بار معرفیش کردیم به همین صورت میشه گفت R2 R3 هم همینطور.
مثلا R2 هست X و Y هایی که X و Y عدد حقیقی باشه، یا R3 ستایی هایی که هر کدوم از مؤلفه هاش عدد حقیقی باشه. در واقع یک تایی هم همون عدد حقیقی هست، یا ما تحت عنوان یه تذکر اینجا می نویسمش، تذکر حالا سفتای این ها رو هم داریم، ولی کاری دیگه با اون حالا هم چون بیه درد منطقی اینجا میکنیم، بیشتر تو منطق چونش اشیایی بررسی میکنیم. یک تایی مرتب همان اعداد حقیقی، من این رو با رنگ قرمز یادداشت کنم، یک تایی های مرتب همان اعداد حقیقی هستن. این در واقع مجموع همه نقاط که روی محور هستن رو بهش میگیم عدد حقیقی. خب در واقع نقطه چیزی شد که یک انتهایی هستش، در واقع با مؤلفه های اون مشخص میشه، با مؤلفه های اون معرفی میشه. خب ببینیم مثلا اگه به عنوان مثال چند تا مثلا فرض کنید اینجا توی یه بود باشیم، دو بود باشیم و سه بود و چهار بود. خب این را تقسیم بندی کردم، اما ببینید مثلا فرض کنید توی یک بود داریم صحبت میکنیم، یک نقطه رو در حقیقت یک مؤلفه داریم، اگر اینجا رو صفر بذاریم داره یه نقطه ای هست مثل x مساوی است با a. یا مثلا وقتی توی دو بود صحبت میکنیم، یعنی در واقع دستگاه رو حذف بکنم، اگه دقت کرده باشید یک نقطه مثلا اینجا اگر آها باشه، این دوتا مؤلفه داره، یه مؤلفه روی این خط میاد، یه مؤلفه روی این خط، مثلا آ و بی. پس آ را میشه بر به این صورت آ و بی. این صورت مرتب که مؤلفه اول معرفه مثلا این خطه، مؤلفه دو معرفه این خط باشه. متوجه باشیم که در واقع منظورمون کدوم هست، کدوم مقدار. و توی سه بود به این صورت، که حالا یک نقطه اینجا باشه مثلا مثل همون آ، این یه نقطه یه در واقع اینجا داره، نقطه اینجا داره. اگر من این رو عمود بکنم در حقیقت بر صفحه ای که اینجا داخلش هستیم، و این رو هم در واقع سه تا مختصر میتونه پیدا بکنیم. من شکلم یکم بد رسم کردم، اینجا در حقیقت مؤلفه ایکسش
بله زیبایش و اینجا ارتفاعش از آ را میتونیم به صورت آ بی سی در واقع معرفی کنیم. این در واقع توی دو بود بود، این توی سه بود هست و اگه من این را به این صورت اینجا پاک بکنم و دقیق تر نصف کنم و توی چهار بودن به همین صورت در واقع داریم. اگر من دستگاه حالا نمیشه سه بودشو به خیلی به سختی میشه نشون داد، اگر من این دستگاه رو اینجوری نشون بدم میشه گفت یه نقطه اگه اینجا داشته باشیم در واقع این چندین مختصات در حقیقت داره، این دوره یه نوع مختصاتش مختصه اینجا در واقع میشه این اینجا و حالا این صورت اینها رو با سه تا معرفه نشون میدیم، مثلا x1 و x2 و x3 و x4. اما مبدأ که یکی از مهمترین چیزایی هست که باهاش سر و کار داریم چطوری تعریف میشه، این تحت عنوان تذکر این رو بنویسیم. تذکر خب در فضای n بودی Rn مبدأ را به صورت در حقیقت یه اوی به این شکل نشونه که با اوی با عدد متفاوت است، به این صورت که همه یه مؤلفه های صفر باشه معرفی میکنه. خب. اما یه پرسش اساس الان نقطه رو میدیم چی؟ آیا میتونیم با استفاده از نقطه شه ریاضی مثل کاری که قبلا توی ریاضی کردیم خواهیم ببینیم میتونیم عملیاتی هم بین نقاط در واقع ایجاد بکنیم و رابطه بین هم اونها در واقع داشته باشیم؟ خب برای این من یه پرسش مطرح میکنم. پرسش چی میگه؟ میگه آیا میتوان عملیات جبری روی نقاط در فضاهای چند بودی تعریف کرد و چگونه؟ الان هدف اون قصدون پاسخ دادن به این پرسش، اما چه شرطی لازم؟ شرطش شرطی که باید داشته باشه چیه؟ اینه که باید بعدشون یکسان باشه. یعنی چی؟ یعنی نقاطه، یعنی مثلا یک نقطه تک مؤلفه که یک بعدیه رو نمیتونیم با یک در واقع با یک نقطه دو بعدی جمع بکنیم. نقاطه یک فضای حقیقت با بعد یکسان را میتوان با هم جمع و یا در عددی اسکاله زر نمود. اما به چه شکل، به چه صورت انجام میشه؟ نه به کاری که انجام میدیم به چه صورت هست؟ به صورت مؤلفه به مؤلفه، یعنی نزی به نظراتیه در واقع به صورت ریاضی نشون میدیم از رو چیه؟ به صورت مؤلفه به مؤلفه
انجام می شود. اما الان در واقع چند تعریف های ارائه میکنیم و با استفاده از این مفاهیم رو به صورت دقیق تعریف میکنیم. چند تعریف قبل از تعریف یه فرض داشته باشیم. فرض کنید در حقیقت x یک انتهایی باشه، y هم یک انتهایی باشه و r یک اسکالی، یک عدد حقیقی باشه. لذا الان این تعریف ها را داریم. اول این تعریف در واقع تساوی هست. ما ببینیم چه نقطه، دو تا نقطه هم میگم مساوی هستن یا یکسان هستن. خب به این صورت که دو نقطه یه همون ایکس و وای که عضو آر این باشه را در واقع یکسان هست اگر و فقط اگر برای هر در واقع آی مساوی است با یک داریم داشته باشیم ایکس آی مساوی است با وای آی و می نویسیم ایکس مساوی است با در واقع اینجا اگه دقت کرده باشین بود داره ما یک سان گرفت، یعنی هیچ موقع به شما نمیگن مثلا یه نقطه مثل ایکس یک ایکس دو، ولی اگه به صورت عددی من اینو بنویسم یک و دو را با یه نقطه مثل مثلا یک دو سه یه چی با این مورس این یه سوال خیلی مزخرفی هست. دو جمع برداری رو میخوام تعریف کنیم. جمع دو نقطه اصخه میکنم اینجا چیزی به اسم بردار هنو نده. خب به این صورت تعریفش میکنیم که مؤلفه به مؤلفه به این صورت فرض کنیم من این رو ببرمش بالاتر و این مؤلفه به مؤلفه هم اینجا باشه که بگه منظورمون چی بود. ببینید اگر من میخوام این رو میخوام تعریف کنم و به این صورت من این را به این صورت می نویسمش و میام چیکار میکنم؟ نظیر به نظیر، مؤلفه به مؤلفه، مؤلفه به مؤلفه، مؤلفه به مؤلفه و این ها رو با هم جمع میکنم به این صورت که میشه x یک به اضافه y یک مؤلف اول هم میشه x دو به اضافه y دو مؤلف دو هم میشه و xn به اضافه y. پس این شد جمع دو نقطه در فضای n بود. اما بریم ببینیم ضرب اسکالی رو به چه صورت تعریف میکنیم. ضرب اسکالی ببینیم مجددا به صورت مؤلفه به مؤلفه ما این رو میخوام در واقع تعریف بکنیم. این رو من در واقع ایکس رو مجدد مینویسم و این رو مؤلفه به مؤلفه در اینها ضرب میکنه. پس حاصل میشه rx1 rx2 تا rx. پس این شد ضرب یک نقط
ماده در فضای انبودی در یک اسکالر. خب اما در حقیقت فضای آر ان را با استفاده از مجهز به دو عمل ما بهش میدیم یک فضای خطی. پس یه تذکر اینو بنویسیم، تذکر با این جمع و ضرب که تعریف کردیم فضای آر ان به یک فضای خطی تبدیل میشه. اینه حالا مفصل میگیم منظورم چیه. منظورم اینه که حالا در واقع به تفصیل میگیم منظور از فضای خطی یا فضای برداری چیه. اما یه پرسشی که اینجا مطرح میشه، پرسش چطوری تفریق را تعریف میکنیم؟ آیا تعریف شده هست؟ تفریق چگونه تعریف میشه؟ در حقیقت میشه گفتش که با تلفیق زر و در واقع ضرب اسکالر و جمع به نقطه میتونیم در واقع تفریق اونها را داشته باشیم. به چه صورت؟ من اول میام به این صورت عمل میکنم. قرینه در واقع وای را ببینم به چه صورت میشه در واقع ارائه داد. به این صورت که من میام بردار وای را ضرب اسکالر در وای میکنه که با همینهای وای نشون میدیم این مؤلفه به مؤلفه در واقع در اینها ضرب میشه. حالا میتونم تفریقا ارائه بدم. پس من میتونم بگم ایکس منهای وای این برابر با x به اضافه منهای وای که اینجا میتونم بنویسمش مؤلفه به مؤلفه x را به اضافه منهای وای در واقع x یک را به اضافه منهای وای یک میکنم که میشه منهای وای با استفاده از جمع و تفریق توی اعداد حقیقی وای دو و به این صورت تعریف. در جلسات عادی مفهوم بردار و خط و چیزهایی از این دست رو معرفی خواهیم.